صبحتان بخیر. به خبرهای ساعت 8 صبح با وقت کابل از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سر خط خبرها، مخالفت مکال با سیاست تعامل با طالبان. رئیس کمیته روابط خارجه کنگره آمریکا پیشنهاد تعامل با طالبان را سیلی به صورت مردم افغانستان خواند. درگیری های مرزی طالبان و نظامیان پاکستان. ارتش پاکستان از زخمی شدن 7 نظامی این کشور در رویداد جداگانه خبر داد. ما آمدیم به میدان هوایی کابل، که میدان هوایی کابل چقدر مجهز شده. دست طالبان و دامان اینفلوئنسرها. واشنگتن پست میگوید طالبان برای ارائه تصویر بهتر از خود از یوتیوبران استفاده میکنند. با تلاش‌های گسترده برای دستیابی به آتش‌بس در غزه، بایدن به نتانیاهو هشدار داد در صورت حمله به رفح از خط سرخ عبور خواهد کرد. در این یک ساعت خبری مان با تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگره در واکنش به اظهارات کاردار سفارت آمریکا مبنی بر حمایت ها از تعامل با طالبان گفت هر نوع تعامل با طالبان به منزله سیلی به صورت افغان هاست. حساب کاربری کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به نقل از آقای مکال نوشته است که مردم افغانستان قربانی رژیم طالبانند. مکال از اداره بایدن خواسته که تحت هیچ شرایطی تعامل با طالبان را تشویق نکند. پیش از این کرن دکر کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان اخیراً از دیدار خود با برخی از فعالان افغان در استانبول خبر داده بود. او در شبکه اکس نوشته استعداد و انرژی زیادی آماده است که از نقشه راه سیاسی و تعامل با افغانستان تحت کنترل طالبان حمایت کند. آرش یقین پژوهشگر مطالعات امنیتی از ویرجینیا با ماست. آقای یقین، آیا جریان‌های در آمریکا در حال شکل‌گیری است که علیه سیاست تعامل با طالبان خواهند بود؟ سلام خانم صافی، خدمت شما و بیننده گرامی. ببینید، چیز جدیدی نیست. از روز که افغانستان 15 آگوست 21 تا اکنون دو آواز است در واشنگتن، جمهوری خواه به نوی هر نوع وضعیتی که به وجود آماده یک فاجعه بار میبینن و دموکرات ها آقای بایدن کابینه از او سخنگوی از او به نوی به سمت مثبت بینی میبینن و همی دو چیز ادامه داره، بخش سیاست است و بخش وقتا هم لابی های از مثلا در تیم جمهوری خواه ها هست، بعضی اشخاص هستن، مثلا آقای مکال همیشه در گذشته هم دیدگاه های مشخصی درباره افغانستان داشته، برای بعضی سیاسی هست، بازی هست و برای بعضی هم از اعضای کنگره که خودشان یک دوران در افغانستان سپری کردن، خدمت کردن، برایشان بسیار دردآور است، برایشان بسیار شرمنده هستن که امریکا چنین وضعیتی کرده و افغانستان علاقه. بنابراین من فکر میکنم میکس از پیام های مختلف است و با واکنشی که خانم دیکرم در وقت خوبه در مکان خوبه در 8 مارس چنین پیامی بدهد که گویا جامعه مدنی افغانستان و چند با شخصی که ناشنا هستند در قلبت میدیا افغانستان اینا هم نظر هستند که با طالبا باید هم همکاری داشته باشه و بالاخره داخل وارد گفتگوشه، این وقت خوبی هم فکر میکنم نبوده. خب حالا چقدر سیاست تعامل با طالبان تونسته به نفع این گروه تمام شود با توجه به این که هرگز طالبان به خواست جامعه جهانی تمکین نکردن؟ من فکر میکنم که ببینید ای که طالبان را به حیث بپذیرند امکانش نبود، 2 پیش هم نبود و ما میدانستیم که حداقل تا انتخابات امریکا، چون که بالاخره کلید اساسی پذیرش طالبان به دست امریکاست و واشنگتن به این صورت آقای بایدن قبول نمی کنه، میمونه ایره بعد از انتخابات که باز قبول کنه یا نه، ولی در 2 چانس از ای که طالبان بتانند یک روابط را ایجاد کنند، روابط بیشتری را و به نوعی از دنیا را بگویند خب ما مجبور هستیم، فعلا چاره جز نداریم دیگه، کسی در افغانستان نیست، مجبور هستیم با طالبان کنار بیاییم و ببینیم که طالبان تغییرم کردن، همین
چانس رو طالبا داشتن، ولی خب خوشبختانه و بدبختانه با هم دیگر بگوییم، حداقل من خوشبختانه میبینم که اینا همون چهره واقعی خود نشان دادن و به هیچ نوع با قدم های هم که دنیا به سمت از اونا رفته اونا یک قدم پس رفتن. من فکر میکنم در وضعیت است که جامعه جهانی به حتی ملل متحد به می وضعیت است که خب از نگاه بشر دوستانه مجبور است کمک های ادامه بده، ولی از نگاه سیاسی حال همه حرف از زیر میزنن که باید یک رای سیاسی نقشه سیاسی است، ولی خودشان هم میدانن که طالب به این صورت آماده نقشه سیاسی نیست. و سوال اساسی هم همیست که من فکر میکنم هنوز هیچ کس پاسخ نداده که طالب ها واقعا در دراز مدت یک پلان دارن که با جامعه جهانی رابط داشته باشن، یا میخوان مثل دهه 90 واری دنیا خرج و خوراکشان بده و اونا مصروف آزار دادن مردم افغانستان باشن. خب میخوایم در این مورد هم بازیتان بپرسیم که این سخنان مکال جان به انتخاباتی دارد یا میتواند روی کار کسانی مثل تام ویست تاثیر بگذارد؟ لطفاً کوتاه بپردازین. میتونه، 100% میتونه، و من فکر میکنم همو اگه لابیگیری بهتر از افغانها باشه در چند ماه بعدی میتونه تا نوامبر دو اساسی است. یکی ایست که جلوگیری شوه که با طالبان روابط ایجاد شوه، و دوم ای که حداقل خود جمهوری خواها بسیار واضح باشن که با طالبان همکاری نمیکنم، چون که ترس از این واقعا هست که اگه آقای ترامپ روی قدرت بیایه امکان از این که باز خود جمهوری خواها را کسایی که فعلا امروز میبینن روی چهره پشت سر برن و عشق تمسا باشه و بالاخره باز خود آقای ترامپ هم پس با طالبا کنار بیایه. بنان به فکر میکنم از نگاه استراتژی هم خوب است که به کوتاه مدت جلوی تام ویست و کسایی که با طالب میخواه رابط داشته باشه بگیرن و هم به دراز مدت مسیر جمهوری خواه را واضح بسازن. آرش یقین، پژوهشگر مطالعات امنیتی، ممنون حضورتان. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد طالبان و نیروهای مرزی پاکستان عصر روز گذشته در منطقه ببرک خانتانه در ولسوالی علی شیر ولایت خوست درگیر شدند. به گفته منابع این درگیری پس از ایجاد تاسیسات نظامی توسط نیروهای پاکستانی در منطقه ببرک خانتانه آغاز شد. در همین حال خراسان دایری رسانه پاکستانی به نقل از مقامات پاکستانی از زخمی شدن 8 نیروی امنیتی در تیراندازی مرزی با طالبان در منطقه کرم خیبر پختونخوا خبر داد. طالبان در مورد این رویداد و تلفات ناشی از این درگیری اظهارات نکردند. ډیر لری دا لا خنه به واپس تړی را لری دا را په خیال څه وسوځه. از سوی دیگر ارتش پاکستان از کشته شدن 10 شبه نظامی در دو عملیات جداگانه در مرز با افغانستان خبر داد. طبق گزارش جیو نیوز، ارتش گفته شبه نظامیان قصد نفوذ به مرز پاکستان از افغانستان را داشتند که از سوی نیروهای پاکستانی کشته شدند. در همین حال ارتش پاکستان در بیانیه‌ای از طالبان خواست در برابر تروریست ها که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کنند اقدام کنند. خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان افغانستان از نیو مکسیکو با ماست. آقای پشتون، دلیل اصلی این درگیری ها چیست؟ هرچند ارتش پاکستان همواره عبور و مرور تی تی پی را دلیل اختلاف دانسته. اول بر شما و شنوندگان محترم شما سلام خود عرض می‌داریم. در این شک نیست که از 2 سال به این طرف پاکستان متواتر دو رخ بازی می‌کند. یک رخ با طالبان مخالفت اعلان می‌کنن، اظهار می‌کنن که تی تی پی را طالبان افغانستان برای پاکستان تقویه می‌کنن. خو از دیگر طرف آی اس آی داخل قندهار و کابل ششته برای اراکین طالبان مشوره‌های
بسیار دقیق و حساس میگن. فعلا مسئله کی در علیشهر ولسوالی علیشهر در ببرکخان تانه از دیشب صورت گرفته، این بین اساکر یا نظامی های پاکستانی ها و تی تی پی که ظاهرا سر طالبای افغانستان تاوان گرفته می شوند، اینا دیشب می جنگیدن و تا صبح دم مسلسل شدت جنگ بسیار شدید بودن. با خود گفته پاکستان که بیش از 10 نفر تروریست های که اینا مطلبشان تی تی پی پاکستان هستن از بین برده و از طرف خودشان 7 نفر اساکرشان زخمی شدن. پس این یک جنگ عجیب و غریب است که از یک طرف دوست است، از دیگر طرف دشمن است. حالی ما افغان ها در این بند ماندیم که حالی اینا بین خود جور است یا ناجور است، یعنی در هر دو رخ اینا جنگ میکنن. خب درست، حالا امین، حضور تی تی پی که پاکستان ادعا دارد در افغانستان چقدر رابطه طالبان با پاکستان را متاثر و متضرر می سازد؟ یک موضوع که قابل ذکر هستن و قابل قبول هستن در این شکی نیست که تی تی پی در داخل افغانستان، ما از 2 سال به این طرف راپورا میگیریم در شمال قندهار، در شمال هلمند، در بغلان، در غزنی، در مختلف جایهای افغانستان اکثرا که در ما بین کویزارها هستن اونا اونجا مقیم داده شده، اونجا کنتینرهای خانهی برشان اعمار شده، برشان انتقال داده شده، اونا اونجا زندگی میکنند، در این شکی نیست. لیکن ادعایی که پاکستان داره که تی تی پی از افغانستان میاد، پاکستان میجنگن، طالبای افغانستان رو رد میکنن که اینا اینجا جابجا شده مقیم است لیکن برای جنگ اونجا نمیه. لیکن هر دو طرف بین خود منازعه دارن، در این مسئله خود قناعت نمیکنن، یکی سر دیگه اتهامات بسته میکنن. خب چه فکر میکنید حکومت جدید پاکستان چی موضعی در قبال طالبان اتخاذ خواهد کرد؟ متواتر راپورایی که از پاکستان میان، از یک طرف پاکستان به دو جبهه یا به دو جهت اینا در جنگ هستند، یک جهتشان بلوچای ناراض هستند، دیگر جهتشان تی تی پی ناراض هستند. پس به این حساب حکومت پاکستان یا حکومت موقت پاکستان در 6 ماه گذشته در یک حالت عجیب تعلیق قرار داشت. فعلا که اینا حکومت نو انتخاب کردن، اینا جابجا شدن. من یقین دارم که این وضعیت دیگه هم شاید خرابتر شوند و طالبان مجبور می شوند که یا باید تی تی پی را از خود دور کنند یا پاکستان را از خود راضی بسازند. یا بس در این حساب این مشکلات ها ما در سال در این سال در جریان این سال شاید متواتر تجربه کنیم. خب موضع طالبان چیست؟ چی فکر میکنید که طرف پاکستان را ترجیح خواهد داد یا تی تی پی را؟ پاکستان در بین گفتن پشتو در پان و پرانگ هستن. از یک طرف دوستی پاکستان برشان خیلی قیمت تمام میشه که اگر اونا را از خود ناراض بسازن، از دیگر طرف تی تی پی که 20 سال به طالبای افغانستان در مقابل ناتو جنگیدن و جنایاتی که در افغانستان مرتکب شدن، احسانمندی او پیش طالب افغانستان همیشه بود و هست. نه طالب از خود رانده میتانه و نه پاکستان از خود خفه میتانه که فکر. من یقین دارم که شاید در آخر روز پاکستان از این حالت دیگه قانع نشوند، در مقابل طالب های موجوده یعنی حکومت افغانستان شاید قدم های جدی تری بگیرند. خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، ممنون حضورتان. در 19 مهوت 1398 برابر با 9 مارچ 2020 افغانستان شاهد رویداد بی‌سابقه سیاسی بود. عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی هر دو مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بودند و هر دو همزمان در دو محل جداگانه مراسم سوگند وفاداری را برگزار کردند. از ما ترگند گزارشی در این مورد دارد. رویدادی که عملا شیرازه نظام سیاسی افغانستان را از هم پاشید. 9 مارچ 2020، 4 سال پیش از امروز، افغانستان در پی یک انتخابات جنجالی که بیش از 6 ماه ادامه پیدا کرد، صاحب 2 رئیس جمهور شد که در عین روز همزمان حلف تحلیف به جا آوردند. محمد اشرف غنی که با حکم کمیسیون انتخابات رئیس جمهور اعلام شد. نظر من هیچ کس در این روند نباخت است. دکتر عبدالله عبدالله که پیش از انتخابات رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بود، انتخابات را تقلبی خواند و خود را رئیس جمهور جدید افغانستان اعلام کرد.
ثبات و همگرایی بر اساس آرای شفاف و بایومتریک شده پیروز این انتخابات است و ما پیروزی خود را اعلان میکنیم. ماها گذشت تا تیم دکتر عبدالله آماده شد با تیم محمد اشرف غنی یک جا شود و در همکاری با هم کار کنند. اما این دو در سراسر مدتی که دولت برپا بود نتوانستند با هم دیگر کنار بیایند. که چیری ده تعلیف ده دو مراسم و پرزای یو مراسم تر سرشی بیوی او د افغانستان د حکومت هغه مشران چې په دننه حکومت کې وو یا له حکومت نه بیرونو په یو خلو باندې یا په یو موقف باندې له طالبانو سره مذاکرات ته داخل شوي وای، زه فکر کوم دغه نننی وضعیت به هم نه تکرارېده او افغانستان به له بلې هرې ورځې په یو ښه وضعیت کې و. ناامنی ها به شدت ویران کننده، ادامه جنگ های خونین، نارضایتی مردم و بی اعتمادی جامعه جهانی افغانستان را در انظار جهانی کشور ضعیف و دارای وضعیت شکننده نشان می‌داد. پیامدهای این لجاجت‌های سیاسی کم نبود. یکی از عوامل اساسی که باعث سقوط جمهوری در افغانستان متدرجا می‌شد، این همو افتراق بسیار عمیق و گسترده بین الیت و اصطلاح سیاسی افغانستان بود. حلقه گروه بازی، حلقه بازی، پارتی بازی، محفل بازی و هدف عمده هم غصب قدرت، قدرت هرچی بیشتر، تشنگی قدرت، تشنگی برای دسترسی به منابع پول و ثروت. ای افتراق بود که بسیار عمیق بود بین الیت افغانستان و به خاطر دسترسی به قدرت و ثروت یکی دیگه خود به تمام منا میکوبیدن و نمونه بسیار بارزش ما در بجا آوردن به اصطلاح تحلیف دو رئیس جمهور که یک دیوار یا از یکی دیگه جدا میساخت دیدیم. هر جمرج روز به روز افزایش میافت، جامعه جهانی دل سرد شد و طالبان هم به فعالیت های نظامی و سیاسی خود شدت بخشیدند. امضای موافقت نامه دوحه میان طالبان و امریکا دولت ضعیف افغانستان را در معرض خطر فروپاشی قرار داد و گلیم نظام جمهوریت پس از یک سال و اندی برچیده شد. حالا طالبان در قدرتند، گروه های دیگر همه به حاشیه رفتند و صدای مخالفت با طالبان تنین انداز است. اسما سرگند، لندن. با حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه آزادی از حمله به یک پاسگاه طالبان در نزدیکی چهارراهی تهیه مسکن در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل خبر داد. این جبهه در خبرنامه نوشت که سه عضو طالبان در این حمله کشته و دو تن دیگر از اعضای این گروه زخمی شدند. جبهه آزادی ویدیو این حمله را نیز پخش کرده که در آن صدای انفجار شنیده می شود. مقام های طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. طالبان از امضای قرارداد پروژه کاسا 1000 میان کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان خبر دادند. سخنگوی طالبان با انتشار اعلامیه این پروژه را حیاتی دانسته که برق را از آسیای میانه به جنوب آسیا منتقل می‌کند. پروژه کاسا 1000 از سوی بانک جهانی حمایت مالی می‌شود. طالبان گفتند کار عملی آن تا آخر ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. تورهای گردشگری در افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی دو برابر شده است. اسکای نیوز در گزارشی درباره یک شرکت گردشگری انگلیسی نوشته است که گردشگران ماجراجو با وجود هشدار دولت بریتانیا سفر به افغانستان را بر هر مقصد دیگری ترجیح می‌دهند. 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان بود، اما بحث‌ها بر سر وضعیت زنان در افغانستان هنوز هم در رسانه‌های اجتماعی ادامه دارد. بیژن یقین همکارمان این بحث‌ها را مرور کرده است. روز جهانی همبستگی زنان 8 مارچ بود، اما بحث‌ها در رسانه‌های اجتماعی بر سر وضعیت زنان افغانستان هنوز هم ادامه دارد. زنان در بیرون و حتی داخل افغانستان اعتراض خود را به سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان به اشکال مختلف ابراز کردند. طالبان تاکنون بیشترین قیودات را علیه دختران و زنان وضع کرده و آنها را از بنیادی‌ترین حقوقشان هم محروم کردند. اما کمی آن طرفتر در پاکستان، جایی که اکثر حاکمان امروزی افغانستان در آن آموزش دیدند، زنان آزادانه از روز جهانی زن تجلیل کردند. با هم می‌بینیم.
هر عورت که اندر هر زنی دارای قدرت فوق‌العاده ای است و باهوش است. هر زن باید این قدرت ها را بشناسد، هویت و وجود خود را دریابد و زمام زندگیش را در دست خود بگیرد. اور اپنی زندگی کی باگدور اپنے ہاتھوں میں لے با طوری که او خود مختار با اعتماد به نفس قوی و زیبا شود اور خوبصورت انسان بن سکے. من فکر میکنم راهپیمایی 8 مارس به تدریج افکار مردم را در مورد برابری جنسیتی و فمینیسم تغییر میدهد. البته واکنش های منفی هم زیاد است، اما من فکر میکنم که آرام آرام مردم روشنایی فمینیسم را هم میبینند. با وجود فعالیت آزادانه فعالان حقوق زن در پاکستان، کاربران نگران زنان در افغانستانند. یاسین وضعیت زنان افغانستان را تلخترین صفحه تاریخ جهان خوانده و نوشته امیدوار است مزدوران قسم خورده و انتحاری روز شکست بخورند. کاربر دیگر با اسم سعید شفیق نوشته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان نه تنها زندان زنان بلکه زندان همه شهروندان کشور است. او در اینجا میگوید شجاعت زنان قهرمان افغانستان ستودنی است و همینطور بلندگوی اعتراض علیه طالبان هنوز هم در دست زنان افغانستان است، چنانچه که در روز 8 مارس دیدیم که زنان در تخار با وجود قیودات شدید طالبان دست به اعتراض خیابانی زدند. قسمتی از این ویدیو را هم با هم می‌بینیم. سرنگون حکومت جان سچ سرنگون طالبان دشمن نسل جوان طالبان دشمن نسل جوان طالبان دشمن نسل جوان هشتم مارس روز جهانی زنان، اما زنان افغانستان در زندان. آرش در فیسبوک در مورد این زنان مبارز نوشته زنان تخار و کابل واقعا شجاعت دارند که در مقابل گروهی که منکر دستور قرآنند صدا بلند میکنند. آرش از مردان افغان شاکی است و گفته به شمول خودش تمام مردان افغانستان جرأت ندارند در مقابل گروهی که دشمن علم و دانش است صدا بلند کنند. در این میان حساب‌های کاربری حامیان طالبان با دادخواهی زنان افغان مخالفت نشان دادند. مثلا می‌بینیم که احمد فرید در واکنش به تصاویر اعتراضات زنان اخطارگونه نوشته اگر از زندگیشان سیر شدند سر و صدا کنند. محمد آصف هم همینطور نوشته که این زنها از زنهای افغانستان نمایندگی کردن نمی‌توانند. او ادعا دارد که زنان افغانستان چنین آزادی را قبول ندارند. در ادامه دکتر زهرا حق‌پرست که خود تجربه زندان طالبان را دارد این زنان را قهرمان خوانده. او نوشته با وجود خطر زندان و مرگ به خیابان ریختند، نه توسط پروژه ها حمایت شدند و نه برایشان کیک و گل گرفته شد. این فعال حقوق زن همچنان گفته زنان در خانه های خود نماندند چون می دانند آزادی بهای سنگینی دارد. نوشته کاربر بعدی سمین نشان می دهد که زنان افغانستان هنوز هم امید خود را برای رسیدن به حقوق و آزادی‌هایشان از دست ندادند. سمین نوشته باور داریم دوباره آزادی را در سینه خود، امید آبادی را. و با همین دیدگاه بخش رسانه شما امروز را به پایان می‌رسانیم. اگر شما می‌خواهید در خبررسانی با بینندگان افغانستان اینترنشنال شریک باشید، پس از موضوعات دیدنی و شنیدنی تصویر برداری کنید و ویدیوها را به شماره 00447304000 با بفرستید. در آستانه ماه رمضان قرار داریم. رمضان امسال در حالی از راه می رسد که 28 میلیون نفر در افغانستان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و محتاج کمک های خارجی هستند. چرا تاجران مسلمان در این ماه به جای تخفیف آوردن در قیمت ها بهای مواد خوراکی را افزایش می دهند؟ زکریا نایبی در گزارش به این موضوع پرداخته است. لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان. مردم در حال خرید خرما و آماده شدن برای ماه رمضان. خرما در ماه رمضان مشتریان بیشتری دارد. داغه پر ورو داغه پر در خط اول رجمت به خپل خلق په دغه خرما باندې کوي د سواد ذاتي. موږ هم داغه پر د خرما رنی سواله تیولو دی یا رجمت باندې خرو. با آمدن طالبان شرایط اقتصادی برای شهروندان افغانستان دشوارتر شد. بیکاری و فقر در کشور گسترده و فراگیر است. گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که بیش از 28 میلیون نفر یعنی 2/3 جمعیت برای بقا و کمک های بین المللی متکی هستند. گرسنگی کشیدن یکی از شرایط روزداری است.
کسانی که در افغانستان همواره سفرهشان تهی از نان بوده، ممکن است رمضان برایشان ادامه تحمل گرسنگی باشد، نه آغازیان. افغانستان در یک شرایط بخصوص خودش قرار دارد. فقط از یک طرف و در پالوش نبود نقدینگی ها جانب دیگه، سطح بلند فقر، سطح بلند بیکاری و در پالوش هم یک نبود باورها و بیباوری ها و در پالوش هم همچنان یک وضع تعاملات سیاسی خراب برای منطقه و دنیا، یک وضع بخصوص را در افغانستان بوجود آورده. معاون شورای وزیران حاکمیت افغانستان مولوی عبدالکبیر میگه که از دنیا خواهش میکنه که ما بر یک وضعیت نیستیم که بتونیم در مقابل فقر که دامنگیر افغانستان از در مقابلشون مبارزه بکنیم. علیز از این لحاظ اونا تشویق میکنن دنیا را و خواهش کردن که با افغانستان کمک کنن تا بتونیم همین سطح فقر را تا نگاه کنیم خوبتر است. گرسنگی و فقر تنها دامن افغانها را نه، بلکه دامن مردم در ایران و پاکستان را نیز رها نمی کند. من با 20,000 کلدار به بازار آمدم، اما نتوانستم اجناس مورد نظر برای ماه رمضان را تهیه کنم. اشکهایم را می بینید؟ مسئولین نیز می بینند. وضعیت خوب نیست، گرانی زیاد است. حکومت باید رسیدگی کند به این موضوع. تنها با دو بسته رمضانی مشکل حل نمی شود. باید فکر اساسی شود. ماه رمضان را ماه با خبر شدن اغنیا از وضعیت فقیران دانستند، اما همه ساله افزایش قیمت مواد غذایی در آستانه رمضان و در طول این ماه نشان می‌دهد که ممکن است برخی تاجران مسلمان اعتنایی چندان به دستورات دینی نشان نمی‌دهند. اما دیده شده که فروشندگان غیر مسلمان در کشورهای خارجی در این ماه تخفیف‌های ویژه برای مشتریان قائل می‌شوند. زکریا نویبی، لندن. شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به اثر خط خبرها. مخالفت مکال با سیاست تعامل با طالبان. رئیس کمیته روابط خارجه کانگرس آمریکا پیشنهاد تعامل با طالبان را سیلی به صورت مردم افغانستان خواند. درگیری های مرزی طالبان و نظامیان پاکستان. ارتش پاکستان از زخمی شدن 7 نظامی این کشور در 2 رویداد جداگانه خبر داد. و در ادامه این مجموعه خبری، آمادگی ها برای جشنواره اسکار 2024. اوپنهایمر با 13 نامزدی شانس اول بهترین فیلم اسکار امسال را دارد. واشنگتن پست میگوید طالبان شماری از اینفلوئنسرها و یوتیوبران را در افغانستان استخدام کرده تا برای این گروه تبلیغ کنند. بر اساس این گزارش، طالبان در پی به تصویر کشانیدن روایت مثبت از افغانستان تحت کنترل طالبان به جهانیان هستند. یونس انتظار گزارش میدهد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که طالبانی که در دهه 90 میلادی تلویزیون ها را می شکستند، اکنون اما شمار از اینفلوئنسرها و یوتیوبران را استخدام کرده تا برای افغانستان تحت حاکمیت این گروه تبلیغ کنند. ریک نواک، خبرنگار بخش افغانستان واشنگتن پست، نوشته که طالبان با استفاده از یوتیوبران به دنبال بازتاب روایت مثبت از حاکمیت خود است. بر اساس این گزارش، طالبان حتی شماری از این یوتیوبرها را اجازه داده که به راحتی وارد وزارتخانه ها شوند و یا در موارد مقامات طالبان را در سفرها و گشت و گذارهایشان همراهی کنند. این گزارش افزوده که طالبان روابط سودمند با اینفلوئنسرها و گردانندگان کانال های موفق و پربیننده یوتیوب ایجاد کرده که هزاران دلار درآمد از تبلیغات خارجی از هر ویدیو به دست می آورند و این نوع رابطه برد برد برای هر دو طرف به حساب می آید. برخی از این یوتیوبران برای دور زدن تحریم های سیستم بانکی افغانستان همکاران را در امریکا و اروپا استخدام کرده تا پرداخت ها را دریافت کرده و با آنها به افغانستان منتقل کنند. در این مقاله آمده که به دلیل سرعت پایین اینترنت در داخل افغانستان، یوتیوبران طالبان جامعه 6 میلیونی دایاسپورای افغانستان در اروپا و امریکا را با استفاده از زبان فارسی که زبان رایج در داخل افغانستان است هدف گرفته. به عنوان نمونه، یوتیوبران در بعض موارد مقامهای طالبان را همراهی میکنند و نشان میدهند که آنها غذاهای فاسد شده را میسوزانند و یا دستفروشان را از جاده ها برمیدارند.
جک ملوان، یک سخنگوی گوگل که مالک یوتیوب نیز است، با واشنگتن پست گفته که شمار از کانال‌های افغانستان را به دلیل محتوای ترویج کننده خشونت‌آمیز متوقف کرده. گوگل همچنان گفته که یوتیوب متعهد به تمام تحریم‌ها و قوانین تجارت بین‌المللی از جمله تحریم‌های ایالات متحده است و اگر حساب را پیدا کنند که متعلق به طالبان باشند آن را خواهند بست. به گفته این مقاله شمار از یوتیوبران اخیراً هشدارهای از سوی طالبان دریافتند که با آنها همکاری کنند. طبق گزارش واشنگتن پست، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرده که اگر یوتیوبران قوانین طالبان را نقض کنند هشدار داده می‌شوند. این مقاله به عنوان مثال از اجمل حقی یک از یوتیوبران مثال زده که پس از برگشت طالبان در کابل ماند ولی به زندان رفت و هورا صداد یوتیوبر دیگری که در خانهش در کابل کشته شد. جمال ناصر فرهمند روزنامه‌نگار از ویرجینیا با ماست. آقای فرهمند، شما به عنوان یک خبرنگار یافته‌های واشنگتن پست از همکاری یوتیوبران با طالبان در شرایطی که حالا رسانه‌های افغانستان و آزادی بیان در حاکمیت طالبان است، چگونه یافتید؟ خب این مورد تازه نیست که واشنگتن پست به او پرداخته. این مسئله را از زمانی که طالبان به افغانستان مسلط شدن ما عملا میبینیم، چون تماس مستقیم با خبرنگاران و حتی یوتیوبران که در کابل هستند داریم و برنامه‌هایشان را حداقل از طریق یوتیوب می‌بینیم. طالبان با یک استراتژی کاملا متفاوت این بار در افغانستان آمدند، البته در حوزه اطلاع رسانی و رسانه‌ها. در بود داخلی رسانه‌های محلی و رسانه‌های خصوصی که به شکل دیجیتالی و ساتلایت نشرات دارند که از آن عمر در داخل افغانستان کنترل کرده بتونه، اونها را بر سرش کاملا مسلط هستند. مطابق پالیسی که طالبان طرح کردن، رسانه‌های داخل افغانستان برای کنترل افکار عامه بی‌نهایت موثر بوده و آنچه که طالب خواسته را تا به حال نشر کرده و اینها سود بسیار زیاد برای کنترل افکار عامه داشتند، چون هیچ نوع خبر منفی از رویدادها و وقایع فساد و زورگویی از این قبیل موارد در رسانه‌های داخلی انعکاس داده نمی‌تونند. این برای کنترل وضعیت و افکار داخلی. برای کنترل افکار عامه در سطح بین‌المللی و افغان‌هایی که در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند و دسترسی بسیار آسان به اینترنت و یوتیوب دارند، اینها تانستند همین جماعت یوتیوبران را به شکلی از اشکال در کنترل خود بگیرند و در کنار خود داشته باشند. چگونه در کنترل خود دارند یوتیوبران؟ را آیا فشاری بر این یوتیوبران بست یا نه راه‌های دیگه؟ بدون شک بحث تفاهم بین از اینها عزیز که یک بحث فشار است، اینها زیر فشار هستند و اینها میدانن قواعد حاکم بر کشور را که هیچ برنامه برخلاف منافع طالبان نشر نشه و یوتیوبرا هم بر از اینکه یک چیز درآمد از یوتیوب داشته باشند و هر چیزی که اونها نشر میکنن در بیرون از افغانستان اونها بیننده دارن، به دلیل از اینکه بسیار از افغان ها سالهای سال است در بیرون زندگی میکنن و اونها به مواردی پردازند که رسانه ها به اون نمی پردازند. مثلا نمایش دادن فرودگاه کابل یک برنامه بود که چندین بار هم یوتیوبرهای کابل ایره نشر کردن. در 20 سال گذشته فرودگاه کابل بسیار مجهز شده و بسیار دیزاین خوب شده و بسیار سرمایه گذاری شده، هیچ کس ندیده بود، به دلایل امنیتی پوشیده بود. یوتیوبرها معمولا نوجوانان و جوانای هستند که حتی خیلی هایشان فرصت پرواز از فرودگاه کابل به یک از ولایت‌ها نداشتند، یعنی ندیده بودند میدان کابل را. وقتی طالبی فرصت را برش میده، او الف تایای میدان را توضیح میده و چندین ویدیو را دیدیم و میگه که ببینید در 2 سال گذشته وقتی امارت اسلامی آمده اینقدر کار شده، در حالی که این کار به هزینه میلیاردها دلار در 20 سال گذشته صورت گرفته. یا یک مورد دیگر برای طالبان بسیار ساده و جا افتاد و از او استفاده کردن، مثلا رفتن به حریم خصوصی مقامات پیشین دولتی، رهبران سیاسی و بازرگانان، تجاوز بر حریم خصوصی، نشان دادن اتاق خواب تا سالون تا خورد و خوراکشان. اینها مواردی بود که طالب به میلیون ها دلار نمیتونست پروموتش کنه، تبلیغش کنه و به مردم نشان بده و بسیار به سادگی بدون هیچ هزینه تنها با یک پروتکل با یک یوتیوبر یا با دم یوتیوبر که بر شما فرصت میتیم خانه فلان کس را برید ویدیو بگیرید. و این ویدیوها پربیننده ترین ویدیوها بوده. خب چون این فعالیت هایی را چه فکر میکنید که چقدر جامعه را متاثر و متضرر خواهد ساخت، به ویژه بر افکار عامه تاثیرش چیست؟
خب بدون شک تاثیر بسیار منفی بر جا گذاشته. در دو سال گذشته شما میبینید همه چیز، مثلا دسترسی مردم به اطلاعات، گردش آزاد اطلاعات وجود نداره، تمام چیز کنترل شده و سانسور شده است. وقتی که در یک جامعه تنوع اطلاعات وجود نداشته باشد، در یک جامعه آزادی بیان و عقیده وجود نداشته باشد، چالش ها در بین نباشد، رسانه ها به عنوان قوه چهارم که کنترل و نظارت اوضاع را به شکل از اشکال در دست داره، افکار عامه را انعکاس میده، وجود نداشته باشد، شما فکر کنین از جامعه یک جامعه منزوی و یک جامعه بدور از چالش هاست، یعنی یک جامعه که هر آنچه که دولت برش خواست گفت شنید و قدرت تصمیم گیری نداره مردم و قدرت تبصره و تحلیل از دستش گرفته میشه. و این رویکرد حکومت های دیکتاتور و توتالیتر است که در کشورهای مختلف دنیا به شمول بعضی از افغانستان تجربه شده. جمال ناصر فرهمند، روزنامه نگار، ممنون حضورتان. وال استریت جورنال گزارش داده که قطر رهبران حماس را در صورت مخالفت آنها با آتش‌بس به اخراج از این کشور تهدید کرده است و جو بایدن به نتانیاهو هشدار داده در صورت حمله به رفح از خط سرخ عبور خواهد کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های حماس و مصر گفته است که مقامات قطری رهبران حماس را تهدید کرده که اگر با توافق آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه موافقت نکنند، آنها را از این کشور اخراج خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حماس حاضر به توافقاتش بس نیست و خواهان تداوم جنگ در ماه رمضان است. نخست وزیر اسرائیل گفته که برغم بی‌علاقگی گروه حماس نسبت به توافق، اسرائیل تماس ها و همکاری ها را با میانجی ها در راستای پیشبرد توافقات آتش بس ادامه خواهد داد. رجب طیب اردوغان گفته است که ترکیه به طور قاطعانه از حماس حمایت می کند. رئیس جمهور ترکیه حکومت اسرائیل را تروریستی خوانده و می گوید که حماس مجاهدین فلسطینی هستند که از سرزمین، ناموس و مردم خود دفاع می کنند. وقتی همه در تلاش بودند تا حماس را سازمان تروریستی اعلام کنند، ما آشکارا به این موضوع اعتراض کردیم. ما با جسارت به تمام جهان گفتیم که نمیتوان چنین تهمتی را در حق مجاهدین فلسطینی که از سرزمین، ناموس و مردم خود دفاع میکنند روا داشت. هیچ کس نمیتواند ما را وادار کند که از اصطلاح سازمان تروریستی برای حماس استفاده کنیم. ترکیه کشوری است که براحتی در مورد همه چیز به طور آشکار و واضح با رهبران حماس صحبت میکند و محکم پشت سر آنها میستند. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از سیاتل با ماست. آقای روشندل، تنها یک روز مانده بر رمضان، به نظر می رسد آتش بس و پایان جنگ دست نیافتنی شده. درود بر شما و بینندگان محترم. من یادم میاد که هفته پیش صحبت می کردیم و خیلی خوشبین بودیم که توافق در دسترس باشه، ولی متاسفانه سیر وقایع اینطور نبود و حالا کمتر از 24 ساعت به آغاز رمضان به افق اسرائیل باقی مونده و خبری از اینکه توافقی در راه باشه نیست. و فکر میکنم در درجه اول این استش که طرفین از ماه رمضان دو تا برداشت کاملا متفاوت دارن. رهبران حماس فکر میکنن ماه رمضان زمینه ای فراهم میکنه که بتونن برای تحریک احساسات فلسطینی ها، چه در داخل به اصطلاح نوار غزه و چه در داخل سرزمین خود مختار و یا حتی در داخل اسرائیل استفاده بکنن و این احساسات رو بر علیه اسرائیل تحریک بکنن و بتونن به صورت اهرم فشار ازش استفاده بکنن، در حالی که اسرائیلیا مایل هستن به یک توافق صلح با حماس برسن، ولی شرایطی که اونها تعیین میکنن با اون چیزی که آقای یحیی سنوار یا اسماعیل هنیه در سر دارن یکی نیست. اونها میخوان که 40 روز آتش بس اعلام بشه در مقابل 40 گروگان که آزاد بشن، در حالی که به نظر میاد اصلا حماس اختیار گروگان ها رو در دست نداره و یا اینکه اطلاع دقیقی از گروگان ها نداره، چون این گروگان ها در اختیار گروه های کوچکتری هستند که همه اون اطلاعات در دست
رهبران حماس نیست و نمیدونن حالا چند نفر کجا هستن. حتی گفته میشه که 60 نفر از گروگان‌ها در خلال این 5 ماه و چند روز جنگ کشته شدن. بنابراین همه اینا رسیدن به توافق رو به اصطلاح دچار اشکال میکنه. درست، ظاهرن که مسئله خیلی پیچیده تر از آن است که تصور می شد و در این وسط اردوغان به صراحت از حماس حمایت کرده. آیا واقعا ترکیه در اینجا چه نقشی دارد؟ خب ترکیه این موازه در واقع بالا و پایین رو در طول سیاست های آقای اردوغان ما مشاهده کردیم. حالا آقای اردوغان یک انتخاباتی هم در پیش داره به خانقا. به طور یقین بخشی از این حرفایی که آقای اردوغان امروز مطرح کرد و در طول این 5 ماه اخیر مطرح نکرده رابطه مستقیم داره با مسائل انتخاباتی ایشون. و ولی به طور کلی سیاست ترکیه این بوده که از اسرائیل انتقاد بکنه، از حماس حمایت بکنه، ولی در این حال میدونیم که پشت پرده روابط حسنه‌ای با اسرائیل داره به لحاظ سیاسی و به لحاظ اقتصادی. بنابراین حساب آقای اردوغان رو یک مقداری بایستی موقع و چی میگن بهش موقع طلبانه ما به حسابش بگذاریم. از طرف دیگه دو تا مسئله مهمی هم وجود داره که اگر که این قضایا طولانی بشه و اسرائیل به رفح حمله بکنه و یا در سواحل غربی رود اردن بخواد مثلا شهرک‌های یهودی نشین ایجاد بکنه، اون موقع با آمریکا هم درگیر خواهد شد. خب چه فکر میکنید هشدار قطر چقدر جدی بوده میتونه برای اسرائیل؟ قطر البته به حماس با مذرت. بله درسته. من فکر میکنم قطر واقعا مایل هست که این تئاتر تأسف انگیز جنگ حماس و اسرائیل به پایان برسه و بتونن طرفین به یک وضعیتی برسن که دست کم 2 میلیون فلسطینی بیش از این آسیب نبینن، تعداد گرسنگان، تعداد پناهندگان و تعداد کسایی که روزمره به علت بیماری و گرسنگی دارن از بین میرن بشه به یک نوعی کنترل بشه. بنابراین این اونچه که تر گفته، البته ما از منظر رهبران حماس این رو شنیدیم و خود قطر این رو نه تایید و نه تکذیب نکرده. بیشتر به نظر میرسه که به صورت یک اهرم فشار از این حرف داره استفاده میشه، شاید طرفین رو بتونن به توافق نزدیک بکنن. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل، ممنون حضورتان. 5 ماه پس از جنگ اسرائیل در غزه هنوز بیش از 100,000 نفر در اسرائیل و نزدیک به 2 میلیون نفر در نوار غزه از خانه های خدا واره هستند. با این وجود اسرائیل پس از تسخیر بخش های بزرگی از نوار غزه با وارگان آبادی ها و شهرهای اسرائیلی در اطراف غزه اجازه داده تا به خانه های خود بازگردند. بابک اسحاقی گزارش می دهد. زدرات، بزرگترین شهر اسرائیل در مرز با نوار غزه. 5 ماه پس از شنبه سیاه اکتبر که با حمله نظامیان حماس و کشتار بیرحمانه بسیاری از مردم این شهر آغاز و منجر به خالی شدن شهر از سکنه گردید، زدرات دوباره جانی تازه می گیرد. خرابی ها بازسازی می شود، مزارع آبیاری می شوند، ادارات و فروشگاه ها باز می شوند و دانش آموزان هم به مدارس و کلاس های درس باز می گردند. و این در حالی است که در 1 کیلومتری شهر هنوز جنگ خونین در غزه ادامه دارد و صدای بمباران ها و هواپیماهای اسرائیلی شنیده می شود و گهگاهی آژیر خطر هم به صدا در می آید و چند موشک به سوی شهر پرتاب می شود. اما با همه اینها شیمون بوسکیلا، آرایشگر معروف این شهر، سالن زیبایی خود را بار دیگر باز کرده و مشتریان همیشگی و دائم او نیز به سراغش آمدند. من در استروت به دنیا اومدم و در استروت بزرگ شدم. با همه مشکلات در استروت خواهم موند. هر هفته تعداد بیشتری از مردم به شهر برمیگردن، اما مدتی طول میکشه تا همه برگردن. خیلی از مردم مثل فرزندان خود من هنوز توی شوک هستن. حتی دخترم کاملا استروت رو ترک کرده.
با آنکه هنوز همه شهروندان ازدرود به خانه های خودشون باز نگشتن و همه فروشگاه ها هم باز نشده، اما بازگشت درصد بالایی از شهروندان ازدرود که تنها چند کیلومتر با نوار غزه فاصله دارند نشان دهنده ایمان و اطمینانی هست که هنوز به ارتش اسرائیل دارند تا واقعه 7 اکتبر دوباره اتفاق نیفتد. اما برخلاف جنوب کشور، این اطمینان و احساس امنیت در شهرهای شمالی اسرائیل در مرز با لبنان وجود ندارد و بیش از 60 هزار نفر از ساکنین آبادی‌ها و شهرهای مرزی شمال اسرائیل حاضر به بازگشت به خانه خود نیستند و هراس از دشمنی که در چند کیلومتری خانهشان کمین کرده وحشت 7 اکتبر را در ذهن آنها تداعی می‌کند. این وضعیتی است که نباید دیگر ادامه داشته باشد. امروز خانه من بود و دردناک است، اما فردا خانه دیگری هدف قرار می‌گیرد. در این بین نباید بیش از 2 میلیون آواره فلسطینی در غزه را نیز از یاد برد که حتی پس از بازگشت خانه ای برای زندگی در غزه نخواهند یافت. جنگی که حماس آغازگر آن بود هنوز ادامه دارد و نرخ سنگین آن را بیش از همه آوارگان این نزاع می پردازند. بابک اسحاقی، اسرائیل. پس از آن که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که این کشور حملات پهپادی حوثی‌ها را در دریای سرخ خنثی کرد، سخنگوی شبه نظامیان حوثی از یک سری حملات جدید خبر داد. محسن عزتی گزارش می‌دهد. حملات شدیدتر، مرگبارتر و گسترده‌تر. دستور کار تازه حوثی‌های یمن، چه در دریای سرخ، چه در خلیج عدن. نفذت القوات البحریه دریایی و هوایی ارتش یمن به فضل الهی 2 عملیات کیفی را به اجرا گذاشتند. در عملیات اول، پیپل فورچون، یک کشتی تجاری آمریکایی در خلیج عدن با چندین موشک متناسب هدف گرفته شد. در عملیات دوم نیز چندین ناو جنگی آمریکا در دریای سرخ و خلیج عدن با 37 فروند پهباد هدف گرفته شدند. هر دو عملیات به فضل الهی با موفقیت به اهدافشان دست پیدا کردند. اظهارات روز شنبه یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌های یمن، پس از آن بود که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهایش حملات پهپادی حوثی‌ها در دریای سرخ را که در مقیاسی گسترده صورت گرفته بودند، خنسا کرده. به گزارش سنتکام، کشتی‌ها و هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا 15 فروند پهپاد را که از سوی حوثی‌های یمن در منطقه دریای سرخ شلیک شده بود، سرنگون کردند. به نوشته سنتکام، حمله گسترده تروریست های حوثی تحت حمایت ایران در روز شنبه بین ساعت 4 تا 6:30 صبح به وقت محلی صورت گرفت. از زمان آغاز جنگ غزه، حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن با ادعای حمایت از فلسطینیان حملاتی را به کشتیرانی تجاری در منطقه دریای سرخ انجام می دهند. آمریکا و متحدانش ائتلافی را در واکنش به این حملات تشکیل دادند و تا کنون بسیاری از مواضع و تجهیزات حوثی‌ها را هدف گرفتند. خلق ثبات در خاورمیانه شامل مهار تهدیدات ایران هم میشه. به همین دلیل که من با هدف دفاع از حمل و نقل جهانی کالا و آزادی کشتیرانی در دریای سرخ ائتلافی از چندین کشور ایجاد کردم. دستور انجام حملات رو به منظور کاهش توانایی حوثی ها دادم و به عنوان فرمانده کل قوا در خصوص انجام اقدامات گسترده تر نیز تردید نخواهم کرد. با این حال این ائتلاف هنوز نتوانسته حملات حوثی ها را متوقف کند. پیشتر در حمله موشکی حوثی‌ها به یک کشتی یونانی 3 ملوان کشته شدند. این نخستین بار بود که حملات شبه نظامیان حوثی به کشتی‌ها در یکی از شلوغ‌ترین آبراهای جهان منجر به تلفات جانی شد. فرمانده سنتکام به تازگی در یک نشست نمایندگان سنا در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا آمریکا کشتی‌های بهشاد و ساویز ایران را که در حال جمع‌آوری اطلاعات برای حمله به نیروهای آمریکا هستند غرق نمی‌کند، گفت او برای حمله به کشتی‌های ایران اختیار ندارد و برای چنین اقدامی جو بایدن باید اجازه دهد. پرسش اینجاست که آیا گسترش و تشدید حملات مستقیم حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری و نظامی آمریکا بایدن را وادار به تجدید نظر در سیاستش در قبال حوثی‌های یمن خواهد کرد؟
محسن ایزدی، لندن. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزرای خارجه ترکیه و آمریکا در واشنگتن دیدار کردند. در این دیدار هاکان فدان از آمریکا خواسته برای رسیدگی به وضعیت مردم در غزه اقدام فوری کند. دیدار بلینکن با هاکان فدان یک روز پس از پیوستن رسمی سویدن با ناتو انجام شد. دو وزیر خارجه درباره رسیدگی به نگرانی های ترکیه در مورد حضور کردهای مخالف انقره در سویدن و جنگ اوکراین بحث کردند. وزارت دفاع آمریکا پس از چند دهه تحقیق دریافته است که هیچ مدرک دال بر مشاهده فناوری فرازمینی از جمله بشقاب پرنده‌ها را پیدا نکرده است. پنتاگون در نامه به کنگره آمریکا بیشتر مشاهدات در این مورد را نادرست خواند. در این نامه آمده است که بیشتر مشاهدات به ویژه در دوران جنگ سرد ناشی از آزمایش هواپیماهای جاسوسی پیشرفته آمریکا بوده است. پیش از این کنگره ایالات متحده چند بار مقام‌های دولت آمریکا را برای توضیح در این مورد فرا خوانده بود. محققان فرانسوی به تازگی به کشف جالبی درباره این سوال رسیدند که چرا دوست داریم برقصیم. نشریه تایمز با اشاره به نتایج تحقیق جدید نوشت که دانشمندان فرانسوی سلول‌های رقص‌آور را در بدن انسان کشف کردند. با گفته این دانشمندان، ناحیه‌ای از مغز در پاسخ به سردرگمی ناشی از سنکوپاسیون ما را به رقص می‌آورد. شهر لس آنجلس آمریکا آمادگی ها را برای میزبانی مراسم اسکار 2024 میگیرد. این اولین اسکار پس از اعتصاب گسترده 8 ماهه در هالیوود خواهد بود. فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان با 13 نامزدی پیشتازه دریافت جوایز بیشتر است. جوایز اسکار همه ساله با پاس دستاوردهای سینمایی از طرف آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا با کارهای برجسته و بهتر اهدا می شود. نیلوفر منصوری از شهر لس آنجلس آمریکا گزارش می‌دهد. خیلی همه مشغول هستن و بسیار شور و شوق و هیجان خاصی برقرار، ضمن اینکه خب 8 ماه این بازیگران، نویسندگان و اهالی هالیوود نبودن و امسال میخوان که بسیار پرشورتر از شاید سالهای گذشته هم برگزار بشه. این مجسمه طلایی که اینجا پشت سر من میبینید الان کاور پلاستیکی داره، هنوز کاورش رو بر نداشتن. همه حتی میان با همین مجسمه که کاور داره عکس میگیرن و منتظرن که کی این کاور برداشته بشه. شاید یکی دو ساعت دیگه کاور رو بردارن. هر سال دکور اینجا فرق میکنه. مثلا سال گذشته که من اینجا بودم گلارایی متفاوت بود، فرش قرمز سال گذشته کرم رنگ بود به رنگ شامپاین بود، ولی امسال مجددا به همون سنت گذشته بازگشتن، فرش قرمز رو، این موکت قرمز رنگ رو پهن کردن. فیلم اوپنهایمر خب فیلمی است که در 13 بخش نامزد شده، از بخت بالایی برای دریافت جوایز برخوردار. اگر بخوایم در رده های بعدی نگاه کنیم، قاتلان ماه کامل قرار دارن، همینطور فیلم بیچاره گان، که این دو فیلم هم به گفته منتقدان بعید نیست که عرصه اسکار امسال رو به دست بگیرن. البته بیننده اسکار امسال با توجه به اتفاقاتی که در گلدن گلوب افتاد، در انجمن جوایز بازیگران یا همون سگ اتفاق افتاد، دیدن که خب اوپنهایمر چقدر موفقیت کسب کرده، بیننده انتظار این رو داره که مجدداً جوایز رو اوپنهایمر درو کنه. اما اگر فیلم دیگری بیاد و این عرصه رو به دست بگیره، خب شاید این شگفتی اسکار امسال باشه. ضمن اینکه یک رکورد جدیدی امسال ثبت شده، اون همینه که در تاریخ 96 ساله اسکار از میان 10 فیلم برتر، 3 فیلم رو کارگردانان زن ساختن. فیلم های باربی، فیلم زندگی های گذشته و همینطور آناتومی یک سقوط. آقای مارتین اسکورسیزی بخت این رو داره که جایزه بهترین کارگردانی رو دریافت کنه. خب ایشون 81 ساله است. اگر این اتفاق بیفته یک رکورد دیگه برای اسکار خواهد بود، چون ایشون میشه کهنسال‌ترین کارگردانی که خب جایزه بهترین کارگردانی یا فیلمسازی رو دریافت میکنه. ما میدونیم که بعد از اعتصابات گسترده‌ای که صورت گرفت، کمی مکانیسم اسکار تغییر کرد، سازوکارها عوض شده، تخصیص بودجه، سرمایه‌گذاری در بعضی از بخش‌ها کاملا تغییر پیدا کرده. مثلا بعضی رسانه‌ها از جمله رسانه‌های غیر انگلیسی زبان دیگه نمیتونن شرکت کنن، فقط چند تا از رسانه‌های جریان اصلی میتونن روی اسکار باشن در دقایقی که منتهی میشه به مراسم. و ضمن اینکه خب قراره که با زرق و برق بیشتری برگزار بشه، چون نام‌های بسیار بزرگی هم امسال شرکت می‌کنن.
37مین حراج آثار هنر مدرن از 9 تا 14 ماه مارس در شهر اتریخت هلند برگزار می شود. در این حراج هنری تاکید ویژه بر روی آثار ون گوگ نقاش نامدار هلندی است. رضا محمدی در گزارش به این نمایشگاه پرداخته است. از 9 تا 14 اسفند یا ماه حوت 270 فروشنده آثار هنری و 22 گالری نامدار آثارشان را برای نمایش و فروش در این نمایشگاه مهم عرضه می کنند. در شهر ماتریخت هلند در 37مین سال حراج بنیاد هنر مدرن جایی که یکی از عجایب نقاشی تاریخ سر برآورد و بالید و با غربت و فقر و اندوه سر به خاک نهاد. ون گوگ نقاشی که تاریخ زیبایی شناسی را تغییر داد و هر تابلویش شاهکاری از هنر است که به اندازه اجرای همزمان 100 ارکستر سمفونیک اعجاب انگیز و روح‌افزاست. در این حراجی از آثار مرمری تا گوشواره‌های زرکوب جواهر نشان تا لباس‌های زربفت تا نقاشی‌های تربورچ بزرگترین نقاش زن هلندی در قرن 17 می‌شود تاریخی از تحول ذوق انسانی را به تماشا نشست. مسئله ویژه در مورد تفاف این است که ما تقریباً 7000 سال تاریخ هنر، 7000 سال خلقت بشر را پوشش می دهیم. خواه این هنرمندان یا صنعتگران زنده یا مرده باشند و هر چیزی که اینجا می بینید توسط دست انسان ساخته شده است. همه چیز در مورد خلقت است. ما به بررسی بسیار بسیار قوی اشیا معروف بوده ایم. بنیاد هنرهای زیبای اروپا که اکنون با نام اختصاریش تفاف شناخته می شود، از ادغام دو نمایشگاه هنری دیگر، پکچرا و آنتیک انترنشنال، که در زمینه نقاشی و عتیقه تخصص داشتند، متولد شد. اولین نمایشگاه تفاف و سال 1988 برمی‌گردد که 98 مجموعه دار در آن شرکت کردند و آنچه در اینجا می‌بینید بهترین از بهترین هایی است که در حال حاضر در بازار هنر موجود است. شاید حراجی‌های کریستیز و ابوظبی بزرگترین نمایش هنری جهان باشند، اما این حراجی در ماتریخت فقط برای سرمایه گذاری پولدارها برگزار نمی شود. تاریخ زیبایی و ذوق را به نمایش می گذارد. آنچه که فرق انسان متمدن و انسان نامتمدن است. چرا که بشر بیش از هر چیزی به زیبایی نیازمند است. رضا محمدی، لندن. ممنونم رایتان با خبرهای این ساعت. تازه ترین خبرهای افغانستان را از طریق تلویزیون، رادیو و آنلاین افغانستان انترنشنال دنبال کنید. تا بعد، وقت بخیر.